دولت مرکزی چین در چند سال اخیر بر فشار اذیت آزار خود علیه مسلمانان قومیت اویغور که در مناطق شرقی این کشور زندگی می کنند افزوده است. این اذیت آزارها موجب فرار برخی از اویغورها به کشورهای همجوار از جمله تایلند شده. اما آنها در تایلند هم وضعیت بهتری نسبت به چین ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم هیدر hey, مجید. پس از گذشت یک دهه از فرار پنجاه نفر از اویغورهای چین به سمت تایلند، این افراد همواره ترس از بازگردانده شدن به چین را با خود به همراه دارند و اساساً وطن خود را به خاطر نقض آشکارای حقوق بشر ترک گفتند. در این زمینه منبعی وابسته به خبرگزاری فرانسه گفت وضعیت وحشتناک است. این افراد با ترس زندگی می کنند. زیرا اگر به چین بازگردانده شوند بیشک در آنجا تحت آزار و اذیت و قرار خواهند گرفت. خال داتا سوگ، رئیس انجمن حقوق بشر گفت واضح است که مسئله اویغورها برای کشور چین موضوعی امنیتی است. پیشتر جان فیشر مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در ژنو معتقد بود که بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میشل باشله شواهد کافی دال بر ارتکاب جنایت فراتر از جنایت جنگی توسط حکومت چین علیه اویغورها در شینیانگ محرس شده است. همچنین مدیر سازمان حقوق بشر از آن داشت که این گزارش شامل محکومیت نقض حقوق بشر چین علیه اویغورهای این کشور و سایر مسلمانان در منطقه شینگیان می باشد. او همچنین بیان داشت که خانم میشل باشله کمیسر سابق سازمان ملل متحد توضیح داده که چگونه این نقض آشکارای حقوق بشر در حق این افراد می تواند به جنایت علیه بشریت تبدیل شود که خطری به مراتب بیشتر خواهد داشت.